ګران دوستانو سلامونه او احترامونه بیا هم ستاسو په خدمت کې یو د افغان پیام تلویزیونی خبرونه د سپینو خبرو برخه ده دوستان عزیز به عرض سلام و احترام بسم الله الرحمن الرحیم برنامه سخن اوریان از طریق شبکه جهانی تلویزیون 24 ساعته پیام افغان از کالیفرنیا ایالات متحده امریکا پخش میگردد و بالای گزارشات اخیر رویدادهای اخیر افغانستان البته مهراق صحبت خواهد بود و کلیپی را که پخش کردیم از فعالیت های چند ماه امارت اسلامی البته تهیه گردیده بود و همچنان اردوی منظمی که واقعا جمع جور می گردد و اکمال می گردد و در یک تعهد بالای قرآن دست خود گذاشتن دو کلیپی که دوست عزیز ما فرستاده بودن ما ازشان امتنان دارم پخش کردیم و باید هم همه طور باشن چه واقعیت های افغانستان از سوره باید بخورده مردم برسانیم و آنچه نویده هست در امو گزارش و راپور یا کلیپ فعالیت و دستاورد امارت اسلامی در طول مدت مختصری که بیش از البته یک سال 14 ماه نمیگذره می بوده و بیشتر اینا توجه دارن تا بیشتر بتپن و بجنبن و کارهای عامل منفع و عرقریزی هایی را که برای ملت افغانستان تعهد نمودن و مسئولیت دینی ایمانی خود میدانن به وجه احسن انجام میتن و البته من خرسند هستم وقتی خیری برای مردم افغانستان برسه افغان وطن دوست و خدا دوست ممنون میشه خرسند میگردد و خیابان و نمیدانم را و شهرهایی را که بروی مردم باز میشه و کریزی میگردد و اون نهر و بنادر آبی وقت احداث میگردن خیرش به مردم افغانستان در داخل میرسه با ما که در دورهای دور قرار داریم و تحت سلطه حکومت فعلی در داخل افغانستان محتوی محوطه جغرافی قرار نداریم برای ما مستقیما کدام سرویس ایران نمی گردد مگر وقتی اونا آرام شدن ما آرام هستیم و خرسند می گردیم خبر اول در بخش خبری دوستان عزیز پیتر مایر یکی از کانگرسمنای ایالات متحده امریکا اونا جدی به امریکا و کشورهای جامعه بین المللی اونا گفتن که طالب علی فعلا حاکم است بالای افغانستان یک واقعیت مبرم هست با اینا هم تعامل گردد و هم همی حکومت به رسمیت شناخته شوه و یعنی اغماز نمیتانیم بداریم حکومت امارت اسلامی را و این فرصت باید از دست داده نشوه بسیار با کلمات تند و جدی ابراز داشتن و وقتی یک کانگرسمنی صدا رو بلند میداره واقعا او آدم در صدای در درون کانگرس امریکا داره و دیگرها هم میشنوه اگر ما در بیرون در رسانه های افغانی یا رسانه های داخل یا بیرون صحبت بداریم شاید اگر امریکایی یا کانگرسمن نماینده مردم افغانستان امریکا متوجه نگردد مگر وقتی از درون خود کانگریس و ارگان مقننی ایالات متحده امریکا یک کانگریسمن مهم و جدی وقتی به این نزاکت ها متوجه میشه حکومت هم میشنه و حکومت امریکا و کانگریسمن های امریکا هم واقعا توجه میداره که واقعیت هم رمی است آنچه او آدم تفهیم نموده به هر حال اونا حرفا را زدن آقای زبی اولای مجاهد برگشتن از سفر طولانی ترکیه و دستاوردهای داشتن هم با حکومت ترکیه و هم با افراد و اشخاص فنی در ترکیه برای اعمار افغانستان با البته شورای علمای ترکیه هم صحبت و گفت و شنود و نشستهای داشتن حتی با شبکه حماس از فلسطین در اونجا هم نمایندهشان در ترکیه با آقای زبیح الله مجاهد صحبت و گفت و گوی کردن و نشستی داشتن
همچنان پروژه تایپی که از قزاقستان ترکمنستان آغاز و از افغانستان رد میشه به پاکستان و هندوستان سر زبان ها بوده در طول سالها تا میتونم بگویم و سودی از او هم به منطقه عاید میگردد و هم به افغانستان بیشتر که معاشد ضرورت داریم از رای افغانستان سر دست است و جدی بالای او پروژه هم کار صورت میگیره. وقتی کار به طالب سپرده میشه البته بیشتر به جدیت به لطف خداوند انجام میگردد و در اونجا کدام تعلل نیست، رشوه داده و گرفته نمیشه. وقتی اخلاص در کار بود کار به وجه احسن به پیش میره و ما مطمئن هستم که پروژه تایپی در یک مدت بسیار مختصر به کار آغاز خواهد کرد. کار اعماری از او و پروژه های یعنی مکرو اکانومی میگن اینا را که در مدت طولانی حاصل میرسانه و انشالله وقتی یکی یا دو سال در بر میگیره باز از هر سورس و از هر منبی انشالله عاید حال مردم افغانستان میگردد و میرسه و می حکومت صادقانه او را خرج خواهد کرد. همچنان تهدید های امنیتی و اقتصادی نمیدانم از خاک افغانستان یک تشویش از کشورهای خصوصا قزاقستان بود و امارت اسلامی مکرر اینا میگن که از خاک افغانستان به کسی ضرر نخواهد رسید، مرکز ترور و تروریسم و دشمنی از افغانستان با یک کشور اجازه دادن نمیشه. در اون قرارداد قطر هم یا پیمان تحریر شده یکی از مواد بسیار مهم همی است که از افغانستان کدام خطر متصوره به امریکا و متحدین از اونا راجع نگردد و طالبا هم تعهد گذاشته و از نطفه ما خوب فکر میکنم که همین غوغای ترور و تروریسم ساخته و بافتی ایالات متحده امریکا و غرب است و دروغین که نمیدانم ترور است و تروریسم است و علا خوردن و کشتن و اینا، در حالی که خود اینا ترور و تروریسم اکمال میداره و تعبیه میداره و مو بنیانگذار خود همی داعش هم اینا میگن که ایالات متحده از امریکا و در هر کشوری که میخواه بحران آفری بدارن تحت عنوان داعش اونجا فعالیت های خود جاری میداره و با بعضی کسای دیوانواری که مجنون هستن با اونا پول تادیه میشه تا بره یک غوغار در یک شهر و دیاری با وجود بیاره، در حالی که نه در افغانستان اسامه بن لادن در ویرانی امریکا دست داشت و نه القاعده و نه دیگرها. اینا مخفی امینا را واقعا کمک و تعاون میدارن و در اکمال اونا اینا مطلق مستقیم دست دارن، شواهد موجود است. وزارت اقتصاد تاخیر در به رسمیت شناختن افغانستان البته یک تشویشی بوده که اگر با افغانستان تعامل صورت نگیره و وقت فوت کنه در حقیقت هم به خساره است برای افغانستان و هم کشورهای منطقه البته متضرر خواهد گردیدن و وقت هم رمامی است. آسیای میانه هم مسئله تعبیر است کردیم از افغانستان رد میشه و کشورهای صنعتی چون پاکستان و هندوستان و همچنان از آبهای بحر هند به دیگر اکناف جهان صادرات و واردات صورت میگیره و وقتی ترانزیت صورت بگیره از افغانستان هم پول ترانزیتی به افغانستان پرداخت خواهد شد و هم پروژه های افغانستان از انرژی آسیای میانه مستفید خواهد گردیدن. وقتی کالاهای اونا فروخته میشه، یعنی اگر به می منوال عدم شناخت و در حقیقت همی واقعیت امارت اسلامی را درک ندارن و سر ناباشمی را به اینا بگیرن بالاخره متضرر میشه ممالک دور و نزدیک دیگه. انشالله ایستا ایستا خدا مهربان است در درسی جهانی با یک بارگی درها بازگردد و انشالله همی حکومت هم به رسمیت شناخته خواهد شد و مردم هم آرام خواهد بودن. یک خبر هم در رابطه با محرم شرعی بانوان پخش گردید که
به نظر ما دروغین بود و یک شکل تبلیغی را بیش نداشت. وقتی خانم کلاو پوزی خود بسته بود و که مرا طالبان نگذاشتن از افغانستان بیرون شوم چون محرم شرعی نداشتم و باز بابا جان خود به امرای خود بردم، این درست نیست. تا جایی که میبینم تا خود امارت اسلامی سخنگوی اونا رد کردن همین مسئله را که درست نیست. و حتی بعض دوستایی که دیروز برای ما جالب بود، یک جمعیتی را دیدم که از افغانستان بعد از 3 ماه سفر به افغانستان، اونا از قندوز هستن، با قندوز سفر نمودن به بدخشان و نمیدونم بامیان و دیگه و دیگه. میگه مردم به حدی خرسند هستن که هیچ حد نداره، یعنی از این مسئولیت و همین که طالب رسیدگی میداره در این یک سال، مردم بسیار خوش هستند، حتی متشکر هستند از امی حکومت. و آدم در امی جوار ما زندگی میکنن در اورنج کاونتی ایالت کالیفرنیا. دیروز با خانمشان، با شوهرشان، با همون جمعیتی که رفته بودن، هیچ حتی یادواری، حتی اونا گفتن به خانم بسیار احترام میگذارن. وقتی در یک لاین بگویم یا لاین مردم استاد باشن، اما خانوما را میگن که شما حق اولیت دارین. یا اگر در یک بانک خانم مرد و زن استاد باشن، اما خانوما را اول کارشان انجام میتن، احترام میگذارن. حتی در یک موقعی بسیار جالب بود، گفت ما در سفر قندوز و از او را میرفتیم به بدخشان، میگه در یک محل ما پایین شدیم با می اهل و عیال و یک طالب آمد تفنگ به دست و مسئول منطقه، اونا گفتن که خیر بیاین در اینجا یک جای بسیار آرام است، شما البته نان و آبتان و نوشیجان میدارین، مسئول هست. و بازم طالب میگه غایب گردید. وقتی دوباره ما می آمدیم، طالب آمد میگه سری از دو طرف زمین نگاه میکرد، گفتیم چرا؟ گفت ما نمیخوایم که شما خانم ها با امرای شماست، مگر ما رفتم که شما با اعصاب آرام دارم اینجا، یعنی استراحت کنین برای یک ساعت و 2 ساعت دیگه سفر میرین. میگر ما تعجب کردم که در قبل مردم میرفتن در خانه های مردم، ناموس مردم تعرضات جنسی بود و دیگه دیگه راپورای بسیار نادرست در منطقه میرسید، و حال خود طالب با نگاه نمی کنه و نمی بینه. و حتی در یک موتر در یک چک پوینت یا تالاشی، گفته بعضیا، میگه وقتی رفتیم می دیدن که در اونجا در موتر خانم است، میگه حتی موتر تلاشی نمی کنه، میگه شما برین امرای شما خانم است، ما نمی خواهیم در داخل موتر بریم و ببینیم چی هست و چی نیست. میگه امور هم اعتبار می کنه به احترام به خانم و یک بانویی که در یک موتر نشسته. یعنی قدر یادم مثبت صحبت کرد، گفت یک مسئله مکتب اگه باز کنه هیچ ما ندانستیم چرا، مگر در بدخشان، در قندوز، در مزار شریف، در چند ولایت میگه مکاتب تا سنوف 12 بروی بانوان باز است. صرف در کابل و یک چند ولایتی چون هرات میگه مسدود است، شاید وام میگه خدا کنه باز گردد. او هم همین مشکل عمده امیره میدانست، مسئله کار و مشغله. میگه بسیار مردم کار میکردن و کسایی کاریگر هستن یک چیزی، مگر اینکه لط افتاده باشه در خانه، میگه او را دیگه در هر رژیمی اونا فقیر و اسرت زده باقی میمانند. یعنی یک راپور دوستان عزیز فقط تقریبا یک 17-18 ساعت قبل با می آقا و خانم ما روی روی شدیم، بسیار خبرهای خوشی از افغانستان. حتی اونا گفتن که مفتوم تو محرم شرعی گفت که هیچ هر کسی میتونه پرواز کنه آزاد، یا خانم از افغانستان بیرون شوه و داخل گردد. دیگه نمیدونم این خبرهایی که اینا پخش میکنن دروغین، با زور طلوع هم بالای از او یک گزارش دروغین پخش میداره. دیگه این گناه طالب هاست به نظر ما، که طالب باید نگذاره که اخباری که بدون کدام سند و استناد پخش کردد. اما تو دوستان عزیز، قرارداد کارگران با منطقه خلیج، بگویم امارات و ترکیه امضا گردیده، در حدود 65,000 کارگر افغانستان به اون ممالک فرستاده خواهد شد تا یک آذوقه برای اولاد خود تهیه بداره و بفرسته، تا از همین یک برهه از بسیار بدی از زمانی ما رد میشیم که انشالله
برای فامیلای خود یک غذای حلالی را بفرستن و طالبا همچنان صادرات افغانستان در این سالی که گذشت نسبت به واردات بیشتر گردیده خصوصا به پاکستان یا هم یکی از دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان شمرده میشه. در همین دقایق میخواهیم دوستان عزیز وقت تغییر کرده در ایالات متحده امریکا یک ساعت با جلو افتاده. در حقیقت وقتی اگر میگیم که برنامه سخنی اوریان ساعت 10 شب در افغانستان آغاز میگردید، حال ساعت 11 با وقت افغانستان پخش میگردد، یعنی جلو افتاده. ببخشید ساعت و تغییر اوقات یا ساعت در امریکا قاعده بر این است که سال یک بار تغییر میکنه. دیگر لطفا اوقات تازه را توجه بفرمایید و تلفن بزنین، و کسایی که نیم ساعت قبل تلفن زدن ما خواهش میکنم که از افغانستان باز هم تلفن بزنین، نظریاتتان رو بیان بدارین. از کابل 2 نفر تلفن زدن، در اون موقع گفتم در وقت تلفن و تحلیل شما تلفن بدارین تا وضع افغانستان تحلیل و تفسیر بدارین. و کسایی که در اروپا و امریکا و اینا هستن تغییر ساعت لطفا یادداشت بدارین. بله، سلام علیکم. علیکم السلام. غفوری صاحب محترم، سلام علیکم. خیر و خیر. علیکم السلام جناب خطاب صاحب، بیننده تلویزیون جهانی پیام افغان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. غفوری صاحب محترم، جناب خطاب صاحب، از 3 روز به این سو سر صداها، فریادها و ناله ها در رسانه های جمعی بالا گرفته که گویا قبر احمد شاه مسعود قماندان اسبق دره پنجشیر را افراد امارت اسلامی افغانستان تخریب نموده و باید قیامت برپا شود. جناب خطاب صاحب، اگر اشخاص مانند دبل عبدالله، عطا محمد چور، صلاح الدین ربانی و دیگر فراریان گلو پاره می کنند، حقشان است، چون از مشترکات وطن فروشی، جاسوسی، تجارت اموال بیت المال برخوردار بودند و هستند. ولی آنچه مایه تأسف و تعجب من شد، ریختن اشک تمساح آقای عامد کرزی می باشد که در صفحه فیسبوکش از مسعود به عنوان مجاهد بزرگ و قهرمان ملی یاد کرده تا سینه زنی جنایتکاران دیگر عقب نماند. من مشخصا به این آقای مداری بزرگ میگویم که یک بار سر به گریبان خود داخل کند و فقط ویدیوی 8 سال قبل که در تالار روی جلگه در عکس العمل با برخورد یک تن از طرفداران مسعود که ترا توهین کرد و تو 3 بار تکراراً چیخ زدی که عامل ویرانی کابل و کشتار مردم کابل مسعود و چند تن دیگر است، حالا چطور به کدام زبان مسعود را قهرمان ملی میگویی؟ نفرین بر شما فرصت طلبان و بیشرمان تاریخ که عزت افغانستان را پایمال نمودید و به همین خاطر است که بایدن رئیس جمهور آمریکا افغانستان را کشور خدا ترک شده صدا می زند، در حالی که جز چند تن وطن فروشان کمونیستی و غربی اکثریت قاطع مردم افغانستان با عزت و با افتخار بوده و میلیون ها انسان این سرزمین به خاطر دفاع از ناموس، خاک و استقلال جام شهادت نوشیدند و قهرمانان گمنامی هستند که از آنها کس نام نمی برند. ولی در نزد خدای متعال جایگاه و آرامگاهشان مشخص است. شهدا و قهرمانهای گمنام نه ساحه قبرشان به مساحت یک قریه بوده، نه مقبرهشان از پولهای دزدی و جاسوسی مار شده و نه قبرستانشان مانند مشرکینی که از قرآن و حدیث پیامبر گرامی اسلام غافل هستند عبادتگاه گردیده است. این که قبر مسعود تخریب شده و یا در این خرجه هم کدام دسیسه دیگر از خودشان است کار ندارم
ولی حقیقت امر این است که باید صادقانه بگویم، چون بالاخره مرگ را پیش رو داریم و نزد الله پاک پاسخگو هستیم. امین اشخاصی که قبر مسعود، قسیم فهیم، برهان دین ربانی و امثال اینها را تعمیر، تزئین و زیارتگاه ساختن، آیا از احکام دین مبین اسلام و شریعت اسلامی آگاهی دارند؟ آیا نمی دانند که قبر هر انسان به اندازه 2 الی 3 متر است و هر انسان به غیر از چند متر تکه سفید به نام کفن با خود چیزی نمی برد و تا شرحاً مجاز است که بعد از سپردن چندین سپری شدن چندین سال از قبرها می شود که برای دفن دیگر انسان ها بعد از مرگشان استفاده صورت گیرد، ولی اینها برای هر قبر ده ها جریب زمین و تپه های بزرگ بیت المال را غصب کردن و ساحه وسیع را برای تفریج چکر لندغران و زمینه فساد برای همفکران خود فراهم ساختن. من یقین کامل دارم که امارت اسلامی افغانستان بعد از رفع مشکلات موجود سیاسی و اقتصادی که با آن مواجه است، قطعه قطعه زمین های غصب شده بیت المال را دوباره از غاصبین زمین که زنده هستند و یا مرده خواهند گرفت و داستان قبر پرستی از افغانستان پایان خواهد یافت. و من الله التوفیق. تشکر غفوری صاحب، واقعا متراست. اگر میخواین خیرتان با مچای مسعود برسد، دمو قبر و قبر پرستی را بس کنین. از لحاظ دینی واقعا می سر مرقد رفتن و تکریم کردن و دیگه دیگه بقدر، حتی خود قبر پیغمبر اسلام ممانعت میکنن که مردم برن و سجده کنن و نزدیک شون، که بهترین عالم و رهبر همه مسلمان ها و الگوی مسلمان ها پیغمبر گرانمایه صلی الله علیه و سلام هستند. بعضی میگن می وهابیا تندرو هستند و سلفی ها دیگه و دیگه، مگر واقعیت هم رمی است که اونا هم آنچه میگویند درست است، مطابق قرآن است که زیارت و نمیدانم مقبره و اینا به حیث یک الگو آیستا آیستا و سجدگاه میشه، دانسته یا نادانسته، و سجدگاه شرک است در دین اسلام. و بعضی ها را من شنیدم، دارم اونجا یک دیوانه یک چند تا بود فیسبوک هم که همه چه مسود خدای من است و پیغمبر من است و که دیگه من است. حتی صدا کردن در یک محفل بالای عطای نور، دارم اون انگامی که عطای نور در زیر سلطه بیگانگان قیل قیل می پرید به میخ دگاه، یکی بلند شد گفت اگر پیغمبر آخر زمان خداوند نمی فرستاد احمدشاه مسعود زنده می بود. احمدشاه مسعود یکی از پیغمبرها بود و ولی او مرده دیگه نه، عطای نور پیغمبر ما است. به این حد یعنی بدعات و شرک رایج شده بود و یک کسی که بردی خارجی هست دیگرها را در خانه و کاشانی خود را می ته و اونا را پذیرایی میکنه و نان و عویشان میخوره، از ملت خود میدوزده، با زور پیغمبر خطاب کردن. یعنی ببینین که با کدام حد یعنی رزیل بودن امینا. حتی در رابطه با آقای امینزای درمی ونکوور قرار دارن، برای ما خودش اونا تلفنی داستان کردن، بسیار جالب است. سیر بارها عرض کردیم وقتی میگه ما در افغانستان بودیم، یک پروژه نمیدانم فرانسوی بود یا کدام پروژه رو اونا گفتن، میگه شهر کابل می آب بسیار ضرورت است، آب نوشیدنی بسیار آب آلوده و کثیف، مردم نمی نوشیدن، مردم بسیار مریض می شدن و واقعا آب نوشیدنی کمیاب بود در افغانستان، چاهان بند. میگه می مسیح فرانسوی چندین میلیون دلار تخصیص داده بود و ما در اونجا میگه بخش انجینریش کار میکردم بالای می پروژه، میگه کار کردیم که همی تپی که علی برهان الدین ربانی باید در اون تپه در کابل دفن است، میگه همی تپه را ما برگزیده بودیم تا در امونجا در بالا مخزن آب باشه و در حدود
50,000 خانواده کابل آب میرساندم. پروژه به می ترتیب مهندسی شده بود و قریب بود که آغاز شد و پولش هم فرستاده بودن در افغانستان. در امی انگام میگه برهان الدین کس میگه کشتن و پراندن کدام طالب، میگه امو پروژه را از بین بردن و سایبم تپه را بردن و ربانی را در اونجا دفن کردن. یادم میگفت که ما بسیار برای ما جالب بایی بود که خداوند بعضی را در زندگی بسیار لعنت میکنه و بعضی ها بعد از مرگ هم وقتی یک کار خیر و نیک توسط مرقدی از او از بین میره قطع میشه، به کدام حدی میگه خداوند بالای از این لعنت خدا صادر کرده بود و یعنی یک گناه مستمر نصیب برهان الدین خان ربانی علاوه از این آدم کشی هایی که در جنگای افغانستان کابل و اینا کرده بود و شیطنت و اینا. دقالی بهترین وقتی از او از دوستان عزیز ما میگم همون مرقد ربانی صاحب بیاره استقانه شده خلطه پرتن ببرن در بدخشان در یک همون چی میگه هدیری آباییشان دفن کنه. وقتی قبلگای اونا که یک شخص یقینا پاک بوده در جنگ و دست نداشت در خونریزی در کنار از او آدم دفن کنه که حداقل بعد از این خو مردم لعنت نگویه که از اون تپه میگذره که آدم اوه مردم قطع کرد بالای مرقد توسط مرقد برهان الدین. امو پروژه دوباره اعاده گردد. ما زمین زیم خواهش میکنم که اگر بتانه به افغانستان برگرده یا امو پروژه را دوباره احیا بدارن یا اعاده بدارن. اما تو راست دوستان عزیز چیزی که آقای غفوری صاحب فرمودن اونجا ما دیدم که مرقد اما چای مسوده و سنگش شکستانده بودن و باز بعضی ها که با شکستاندن سنگ نام یک نفر نمیشه کنه و دیگه و دیگه همین هرزه های سیاست میشه کنه. برادر وقتی شما یک مرقد الگو و افتخار دانسته بودین حالی او را گربه ها اونجا میرن و میان و صاحب کسی نیست و تا همی طرفدارای احمد چای مسعود هم جرات ندارن که اونجا بره دیگه ترانه بخوانن. اینقدر جبون مردم هستن از نام احمد چای مسعود استفاده میکردن به سود خودشان. حتی مرگ احمد چای مسعود توسط امی قسیم فهیم و نمیدانم مسعود خلیلی و دیگه و دیگه میگه راندازی شده بود، مهندسی شده بود که آدم برداره و میدان برای از اونا شغالی گردد. به هر حال نمی چیزا از دوستانی عزیز بله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خداب صاحب دمانم آریانا آرغندیوال از در کلپینیان زنگ وفم. خیلی آفرین آریانا جان. سنگی بخیم پاس نگه خیر و خیریت سال ری چه خبری دی؟ نو زنه بیگم دمان مور سر پاس خبری کلی زه یا تقریبا دو هسته مخی که کابل نراغلم خیلی که علاقه لریس آو ریس ولا و ولی نه ولا خدا اوه تا محرم شریعی ولی وزن سر یا نه؟ نه زه دمان کلاره ما تا کابل که و من زه تنو راغلم کابل تخبلمه پرواز که مرم شایمی ندلود مگم تیگه دواد دریدانی بلخز و بس دوبای نراغلی و اغانان و آقا دیا مرم ندلود دیا دمون تهره سوره سید میدان که ما آقا یو خزنم پکتنه که ما تا تر شاینه و ایده تسید بی مرم راغلی ول نه وزید تقریبا نه دریمی از باد رازم دلتا دخل مودلی دوتا وی بی مرم وی ایپسروس کم شای ما تنوالی خواه خدا خبر دا خبر دی واوری دی نن دلتا تلو که پخش سو چه کمکزی ویلی چه زی پری نکودم و تیاره ران لارل و داشان ما واوری دی دکر کام سا زن پیگم سا دی قانون اصلا چه دکنه مگم آتا سا زر آلم مثلا ما تا ایت مشکل نو آقا خیز و والی سمونگان دا سو دا یو کال دا سو رازو ایت خبر نده دی فکر کام فرق کام فاس کوي اتمان دغه اوغانان چې پاسپورت اوغاني لري ځینې وخت شاید اغدي ته وشی وایي مګم ما څه ولید مثلا زه څه هلته ورسېدم هغه څه وکنه سرویس کښې لارو بیا لارو وم هغه څه ته هغه ترمینال ته لارو څه زمونږ پاسپورتونه وګوري هغه زه لاین ته ولاړم هغه ښځو ما سره و بیا هر وارې څه دا یو نوبت راتله هغه سړي مونږ ته غږ کول ول تاسې راسئ مخ ته لاوسئ مونږ مخ ته لاړو یو دما څه پاسپورت یې ولید ول د خپل ماسک کته وکړه چې تا مخ وګورم د خپل ماسک مې کته وکړه هېڅ هم و تاپی وکړه هېڅ مشکل نه و
به دست بیتم راتلم آقا راهم ایت مشکل نه و ار دفعه دستی متوجه که دست تنایم ما نه مثلا یک کارگر آدم اما میدان که ما نستان که دست بل سکس راغله و نه دست تنایم به اول خیرازم مخ که در طول نه نور آقا سیشم دیر کل دیر دستی سو خلق میدان که خبر سوزو یعنی تنا راغله و مگم کمشه ما تنوال و آقا خزم سو و آقا آقانان آقا دیتم شیم اول آقا دینن پا افغانستان که تا چولی دل خلکو چویلی چیر لاری ایتاب... تقریبا لست رازی زی کابل که هم به ما دیر دیر شام میاری دلو دیر نو ما تا تشمیش پیدا سوی و خلق ویل سو مثلا در اینجونی مکتب تیستو زی فاکلته تیم دی اینجونی نکل سی فاکلته تلاشتی در باندی سو زی باید نقاب باقن بکنه به دل سو اول دو خلق لار نمیستنه که مازی سرقم لباس را رمزان سره ویل دقا تیکرای خو واغنده آقا عبای هست در کن آقا عربان ساغنی و آقا نه واغنده دروس ای آقان انجلی ده خوستین دیلی آقا دیر انستگرام که دیر زانی ده وقتی نکه مشهور کلی آقا سر می خبری او که آقا ول سپیگه ول زی تنها دستی آدی کمیسون آقانم بیا تیکرای هم آقاندی آقا نپیگم که پیگه دستی افریکایی رقم تیکرای دست مقصد دخول و اشت جگوی و کور کلی تکاکه ول زی آقا سی آقاندم نو ما یا تیکرای می واغست تغسته ما عبایا سره ایت مشکل نو پیگه ما دخول دقا انسبرام و درشان که اکسونه که خلاصه دقا دقا نیمه فرسی وید سو پوسی فرسی اثر نشروع کم یا نه نه امدقی جینا امدقی که کلاگی میفتن که اونجا باید آدم نقاب بپوشه در کابل که میگردیم مثلا نقاب باید بپوشه بیمارم بیرون نری این چیز غلط بود ما که دیدم ما اینمی از میدان که رسیدم تا اینمی در روز که میگشتم در شار زنا چادر میپوشیدم یکان دفعه مثلا مویایشم یکم وانو میشد از اینمی عبایا یکان تو میپوشید مگه ما در اینمی شارنو میگشتم یک دفعه که یک زن دیدم که مویایش دراز بود کل مویشم پت نبودم یک چادر پوشیده بود از پشت سر مویایش مال میشد بود یک چی یک پتلون چست پوشیده بود که یک پیران دراز این امیر از پوشیده بود که هیچ کس بر چیزم نگفت و یه اکثار از انستگرام و در جای هم ماندم که مردم نشان دادم که یعنی اینجا ضرور نیست که آدم نقاب بپوشه مردم مقصد یک چادر مثل وقتا واره میپوشن و هیچ گپ نبود مگم و بیمارم میگشتنم در مابین شار مثلا زنا میرفتن بازار تنها تنها و هیچ ما که دیدم امنیتشان بسیار خوب بود از وقتا کرده ما در 2011 و 2012 آمده بودیم در کابل و اقعد ما که دیدم مردم در وقت یکم بیادبی میکردن و سیل میکردن کتان پیش دخترها و یکان گپا میزدن و نفر بسیار مردم چی بودن با عیا و بسیار بیترامی چیز نمیکردن و باقی دو ما نه 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 دیر که اونجا اتو مردم عام خوش بودن یا متاثر بودن یعنی می حکومت هم خوب است که آمد یعنی خصوصا طبقه زن هم می خواهیم بیشتر بدانم اتر است اونجا که است امیال مشکل کلانش این همی اقتصادی مشکل است از خاطر مثلا وقتا خود مردم مثلا که اگر تداوی کار داشتن اگر درس میخواستن بخوانن خارج میرفتن آل و چیزا قطع شده یک پاکستان ویزا میته مگر مردم بسیار چی دارن نه مثلا خارج نمیتونن برن اینمی تجارت و چیزا تقریبا قطع شده کم شده و مشکل اقتصادی زیاد است باز مکتب که است نه مثلا دخترها آل میتونن تا سنف شش در کابل تا سنف شش درس بکنن باز کانکور هم میتونن بگیرن و فاکلته میتونن برن مگم صنف 8 تا 12 اینمی مکتبای و دولتی قایم هستن در کابل در دیگه جای ها مثلا ما شنیدیم در تخار مثلا واز است ما شنیدیم که در دیگه جای کجا مزار مثلا واز است در مزار گفته در بدخشان گفت تخار اونا گفتن بغلان گفتن در ببخشین قندوز یا آقا از قندوز بود میگه من رفتم در قندوز باز بود یعنی چند ولایت یعنی چندین ولایت باز بوده تا صنف 12 من نمیدونم یک آب چی میگه یک بام و چند هوا واری ساختن طالبا
آخ خاطر است که باز من بسیار که تو مردم گفت دادم اینجا چند تا جورنالیست ها بودن، یک نفر رو شناختم که قیشایش در حکومت یک بلند چوکی داره، برای من تو مردم تشریف میکنه، یک نفر گفت که نمیخوام از خاطر پیسه کم است یا مکتب ها رو قایم میکنم. باز من گفتم خو خیلی ماشای معلوم ها رو خو میتن، خیلی پیسه خو مشکل نیست. باز میگن که نه نمیخوام، مکتب های شخصی واز هستن یا میتونن اولاد مکتب شخصی رو کنن، مگم باز دیگر نفر میگن نه او رو قایم کنن. باز آخر ما شنیدیم که اصلا اطراز که مثلا در این همی منطقه های مثلا در شمالی مردم دوگام آزاد هستن، نه اونجا کدام مشکل نیست و مکتب آواز می باشن، مگم در این دگاه جای آخستن که مثلا مردم که یکم چیستن اتر مذهبیستن و نمیخوام بگم پس مانده، یعنی مردم هستن که بسیار وطنی هستن و مثلا در قلا کلان شده و نه در کابل خود تو نیست، کابل خود شهر مدرن مگم کابل هم میفهم این چرا میگه قایم کردن، میگه از خاطر این همی امیال چیز نی امریکا این همی سنکشن که میگه سنکشن ها در باره چی سر افغانستان مانده که تجارت و چیزها رو قطع کردن، میگه یا این مکتب ها رو کابل قایم کردن که باشین باش که امریکا و نمو سنکشن پس کنن، و این دیگه مقبول نیست از خاطر اگر امریکا در پسی دخترها می بود اونمو در دعا اونمو چی را اونمو را در قرارداد می ماند که دخترها باید درس بخونن، مگم یا نمیفهم یا فکر میکنه که این امیر رقم شد یا خود در مجموع امی سفر خودت موفق یک سفر بود، یعنی خوش آمدین از افغانستان که حالی بهتر بود ای رو برای تیر شد شکر. من اونجا رسیدم و دیگه دفعه که آمده بودم یادم مثلا دانو پاسپورت مرا که چک میکرد اون بیادبیم کردن که تو ما خراب یکان خراب گپا زدن بر ما زدن اونمو ده سال پیش، نفهم اگم هیچ چی نبود، هیچ بر ما مشکلات نبود، یک عجوی که میرفتم مثلا مردم هیچ غرض که تو ما نداشت، بسیار مردم چی بودن با احترام با عزت. مگم یک دفعه در چی رفتم در پانتون کابل، اونجا رفتم که از پدر خود ما چی کردم عکس میگرفتم از اونم و چیش اونجا یک نشان بود که کابل یونیورسیتی و عکس میگرفتم، یک طالب پیشم آمد گفت تو در پشتو گفت چی میکنی، یک توپک هم نزدش بود، گفتم ما اینجا عکس میگیرم گفتم شاید آل قار شوه، گفت نه گفت خیلی پشت سرت سعی کنم و نشان پشت سر دگام نزدیک است، باز عکس از او را گرفتم. باز گفتم اون اجازه است که ما باید برم اینم پانتونا ببینم، گفت آه. باز ما رفتم اونجا که تلاشی کنم، باز اونجا زن یک زن اونجا کار میکرد گفت تو امروز که اجازه نداری اینجا روز بچه هست، باز ما پس بیرون آمدم گفتم برزو بچه گفتم تو که گفتی برو و زن میگه نرو، گفت آه ببخشی ما غلط کردم امروز بچه هست صبح یا باز چی میشه دیگه مشکل نیست. باز مردم که صبح این پدر مرا نمیتونم بیا، باز از دورم آمدیم خیر بانم روز برم، گفت از کجا آمدی، من پیش پدرم سعی کردم گفتم از کجا آمدم، گفت تو که میکنم او شاید بگه ما از ارغنده استیم از ارغنده آمده، من بابیم گفتی از امریکا آمده، گفتم شاید یک کار شوه یک بعد تاسید کنم همه چیز نگفت، گفت کن گفت نه مگم تو مگم بیایی باز هیچ مشکل نیست امروز دیگه نمیشه، مگم چند دفعه مردم فهمیده بودن که من خارج آمده بودم، مگم هیچ چندان اتر خراب وضعیت که من نکرد، بسیار مردم مسیزی من دفعه هستن. و شهر کابل همی شاروال نو میگه بسیار منظم ساخته، یک شهر بسیار همه چیز ترافیک و نمیدانم کسایی که در سر خیابان هر طرف متای خودم میماندن او را منظم ساخته، پاکاری جریان داره، ای بدرفتار را میگه باز ساخته و سرش کار میکنه، اگه امار است میگه کابل به کلی همو شاروالی بسیار فعال یک شاروالی است. آه راست میگن دفعه اگر بیروبار هم میشه خصوصا در این همی شهر رو نواقع بیروبار میشه ترافیک زیاد میشه، مگم شهر که دیدم از دیگه دفعه از ده سال پیش کرده بسیار پاکم کرده منظم است، امنیتش بسیار خوب شده، و دیگه دفعه که آمده بودیم در هر کنج مثلا افکرا بودن سکیوریتی بودن رقم رقم چی بودن برای امنیت استاد بودن، من دفعه مثلا یک بکر میکنم
یک به یک پایین چک پوینت ما تیر شدیم دینا وی در روز کنجا بودم کلیات چی نبود او مک او دیگه دفعه کامله بود مثلا یک عکس که میگرفتم در سرکا بود امیت پیشون میامد میگفت عکس تا پس کو عکس اجازه نیست نفت میامدم مثلا از سکیوری چک پوینت تیر میشدم ویدیو میگرفتم ایچ برای ما چیز نمیگفت تمره تا پس کو یا چی دیگه ما که دیدم قضیات اصلا نیست که در کنش طالب باشه مگم بسیار امیت خوب گرفتن یک کلون نقص اینمی است که مکتبا را قایم کرده و ای یا فکر میکنن که مثلا داخل یک فایده و در موبینش باشه و نیست مقصد یعنی نقص مردم را خود پیش میبرن مگم خب یعنی مردم نسبتا خوش بودن نسبت به سابق در یکان فکر میکنم مثلا در اینمی امنیتش بسیار خوش بودن اینمی میگفتن که مثلا یک دوزار کار شما در حکومت کدام جای بند نبود یعنی رفتین چطور بود برخورد و یا مردم چی گفتن آه نه از ما در چیزا ما چی نداشتم مثلا غرض نداشتم مگم چی بود ما شنیده بودم که مثلا این رشوت خوری و چیزا کم شده یکان اگه مشکلات در دفتر آدم داشته باشه او را زود عل میکنه از وقت آکده مگم من خودم کم چی تجربه ندارم آریانا جان دیر من ننقندی شکر چی برت الخیر راقی تو دیر بی بی میربانا دا جرات دی چی کرای تللی یالتا آقی دیو کرتی دی ارغندی والس لوری پلار دی پا ما دیر گراند خیلی سالای دا مور دی دیر یو شریف میرمان دا یو خی کورنین تاسی غلام نده کری کم چرو چا پاول تاسی پوری نده ترالای نو دا دیر لوی نعمت دی سالای پاک زون دولی وی اگر ثابت که جین نور ارغندی وال لارل غلای وی کری و امغا حکومت سرای کارو که وزیران سو وزیران سو بل سو مگر تاسو تاسی تبریک وای اما آریانا جان دیر من نه بیا نور شاندیم که پیاد سو بیا تلفون را او که بلواری بیا او که گیر او مام یو شاید غور مام خطاب جان ده یو شاید خطاب سا گوه که دی زینی وایس مثلا خزو مثلا کار نکوی او دست هم نو او پنتون که خزو درس وار که آل کام تا یعنی در غلط خبری رسی مو جالب خزو آل کام تا درس وار که و او یو اکس هم لارم پلار می لارم و من پنتون آقا ده جالب ده دیره مننه دیره مننه دیر مفصل و غگیدی دیره مننه دوستایی که از افغانستان یا تلفن میکنن یا تشریف بردن بسیار حرفای خوبی را میارن آدم خوش میشه بله از افغانستان میفرماین بله السلام علیکم جور بخیر خیر و خیریت بفرماین بخیر هستی خیر و خیر خفه نشی میشه که اگه فخودت افغانستان بی یا از نزدیک افغانستان امی علی علمی دخترک که از نزدیک دیده بود امی خواه تخریش نداری کتامیریشت نمیمانه کتامیری کله کل نیست سر ما موی داره کل که است موی تا چی میکنید روی در دارلا بودید باب بیروشا هست که تا حالا باب یک او بیدر سهی گپ بزن آدم باری خود چی بگوی میتینیم تو ارجل بله سلام علیکم بله کتاب سلام علیکم و علیکم سلام قایسر در جات جوله در جمعیت و نظر تا کسی بیچتانی شد بولای در دیر کور جوادان در کلیپونش کرده که در دلی افتخار در بیدگت پیام افغان تو پبر خیلی او گرد جهانی و ای گوله در بلامش تا شکاره که در کلیپونه که ملی تلویزیون آقای واری جایی لیدله تی دره واری شکاره که نوی شاعت در سوال نپیده که دی چی دامون ندی لیدلی نکن لی دی خدمتی لی جهادی لی امارات تو مرسه بیای کور جوادان ساس باید شکر وزی در مرکا دی دیر شوخله در لی دشمن چې دی جمعیت کار دغه جمعیت کرکزی غنی عبدالله دی نوز پر خورس باره که در سیاف سرا پا در بازارو در کنداز کابل که دیو گرزی سلطانزی ها نور ها نور چسوله مدالس کاله تیکی رو کرا شکر مارزی هره پنا پر زانتو که سو چو غل مو خوله چو مل ملکی لقی در آمکان شو تسلیمی دی نوالی در انگلیس و رقی دغه زاری کوله دغه ناری والی و راست پاس بوده نواقی دلتا کمونیستی کی دی راست آقا در چین به دغه ناری والی چه ساسی گرد آقا آزادی دی آقا افتخاراتی هیچ
مشکل نه خلکنده خلکو هغه په پاشا دی وبلاړي د چور پاشا دی ابرګه د ملي صورت مقابل کې شارکات کې راوښي ابرون امریکا یو د خلکون ته خبر را دوا د رزلاند نه موسا کړځي غنیا بلوي چې امریکا وو په زور په خپل وتی په خپل نه دی وتی په زور وتی که په خپل وتی وای ابرومن بیا بیرغ شارکونجا د ملي صورت مقابل کې اخیستی وای د خپل په امان د ورځ په تللی وای د خړ وو زال وو د شپې د خو بلاړي کوموتنه مارټ تلویزیونونه ماسکله دغه کالیکوپترانه ماسکله د شیانې دغه ستاب نامه ده اوس نو موږ په دغه باندې د ګردو ګرځې تای دی هر یو ته څه چیلنج ورکړه څه چیلنج وکړم که څوک د اعتلاف نقطه باندې لري تر وړاندې دي سي یو ساعت وخت دی ورخه نه داسې کسې دا رزل لکه دا مخکې شرالي یا اختري یا مشکیان د سواده د ګنجایش نه لري په دې تلویزیون کې نیسې از مولای دا که څه انسانان دي د دې کې څه موته سوله اخره خبره دا کوم چې تاسو نو که څه څه وخت په وخت باندې بیرته تکرار یادې په دغه سیاب ناره کوم څو بګوانه تا نو د کابل چې بلاسمه دې کړلې نه دې پاشا سنت کې یو زره پونډه تا چې تام کې نشته کړی دي تا اوس جنرال چې تا د دغه وخت مصرف کړل نه ځل کښې مې ځان دغه یو خلکو ساته منتظر پاتې دي چې تکل طالب راولاړې دي څلور ټوکونه یې کوي هغه برقي ارد یم په کور کې تیار ایښی دی څلور ټوټې یې کوي څلور دروازه نورې بلد شي انشاءالله بلا نو د کتاغې د ستاسو هېڅ دا فرض کړی نه وای چې امریکا دا ستاسو د مېرمونو لونډه به دا به وځي په هېڅ صورت ستا دا ستا فکر نه و کړی هغه ووتئ تاسو د میدانه پاس پاس اسماعیل دې وګورئ ته وګورئ ډېره مننه ډېره مننه امریکا خو یک داستان عمومی هست زمره که امریکا طالب آورده به اقتدار قرار داده نه اوتور نیست طالب چرا به اقتدار قرار بده طالب زور خود همیتو که وزیر اکبر خان توفنگ چرا گرفت و فرق سرت سفیر انگلیس پراند همیتو تاریخ بسیار درخشان در افغانستان نازو و اناو که ملالی و دیگه و دیگه در بخش زنها دارم تو خانما دکتر برایدن نیمجان به جلال آباد رسید اونجا خبرده حالا ما تو در وقت و عصر و زمان 20 سال اولاغ امریکا در گل بند ماندرم اونجا یک اشتباه تاریخی را انجام دادم خود انسان ها باید مغز خودم به کار بیاندازه دونیم هزار آدم خودم بکش در افغانستان به قتل برسان در حدود میگه 50-60 هزار امریکایی دیوانه شدن هر روز میگه 20 نفر امریکایی که از زمین جنگای افغانستان و عراق برگشتن خودکشی میکنن بالای خود حکومت امریکا همین لشکر امریکای کنیم 100 هزار آدم خود که فرستاده بود نیمی از او همیل از حکومت امریکا جیره میخورن که مریض هستیم و دیگه خود مریض انداختن و بیمار و کلا روانی شدیم و دیگه شدیم یعنی معاش مفت و اینا میخورن یک مشکل کلان به امریکا 3,500 میلیارد دلار امریکا در اونجا خرج گردید من نمیدانم بعضی وقت همین کشورهای بزرگ اشتباهاتی را میکنه که اگر 3,500 میلیارد دلار به همین ممالک فقیر و بدبخت افریقا و آسیا داده میشد هر کدام از خاک بلند میگردیدن مگر اینا بردن برای کشتار مردم افغانستان و عراق خرج کردن و واقعا صدمه زدن مادر بمم انداختن زورشان نکشید و بالاخره خود خلیزاد چیغ میزد که امریکا میخواه برای از افغانستان دیگه تا دوبی نیرسیده در مصاحبه خلیزاد اگر شما دقت کرده باشید امو بود که امریکا میخواه افغانستان دیگه ترک بگوه بس از شر طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان بوده می خود رزیستنس جنگ مقابله اگر هم برنده نباشی یک کشور عظیم جهان بدنام و لکدار ساخت که با همه ساز و برگ نظامی بیادر در افغانستان شما بند ماندین نتانستین که یک گنج پیش برین طالب تعدادش بیشتر شده میره مجاهدین افغانستان دوباره اعاده گردید نه تنها که امریکا رو شکست داده تعداد کثیری همی قوای اطلاف
به همه ساز و برگ نظامیشان خاک و دود کردن در افغانستان. از لندن می فرمایین کدام تا است؟ بله؟ بله سلام علیکم خطاب صاحب. بله ولیکم سلام بفرمایین. ساز ما خوب جان تانجو بخیر. خیر خیر. ابی قاضی صاحب بیشتر صحبت کردید یا بشه در فاینه که از کجا شروع کرد کجا ختم کرد. از قاضی صاحب خواهش میکنم در اینک گرد میدارد اول مخدمی خود بگرد وزی باز اکام نظر پیشنهاد داشتم. و همونجا در شهر شما در لندن است، برو بیادر در پیشش یک چای هم نوشی جان کنین در یک جای میگه پارو برش بزن بیاد. والا چای ما نایدی میشه خواهند دیوال تو سگه نه دیوال ما خواهد مگر شما دسترسی دارین من ندارم. ما چی دسترسی دارم خواهند؟ اونجا برو بیادر یک شوروا پخته کن بیارش قاضی صاحب عالی آدم بد نیست. میخورم میخورم بو چیکو جور کن بیا او رو بیار بیادر در اونجا یک چای سبز هم دم کنیم و قاضی صاحب برادر مستی خودت دیگه بیادر نه نان داری و نه دسترخان هر چی تشویقیت میکنم و لوگر هستی خب برو بیادر این لوگری ها خود جرغات داشت و که ماست داشت و اسپیده داشت یار خب یک کار خب بکن خب برو همین خب برو امورا که نام مارا مونه باز بد میکنی مام لوگه نیستم نه مادم چی بخواد دیگه از رو گفتم او گپای از زورا خودت نمیفایم من فهمیدم چیزایی گفت مرا خندان من میفهم من چون بلد هستم با گپای از او در رابطه با سیاف گفتی که پادشاه را میگفت که شما خود سرما کنه بیا و آخر رو برای از اون میمانی کرد و دیگه کرد او را به اکتر تنز و ترتیب با کلماتی گفت که مرا خنده داد و همه تو سای تلویزیون گفت که خوب برش داره خوب گپای کاکا کاکا میزنه مرا گفت کاکا آدم هستی تو گفت برای من فهمیدی بیاد دوستان عزیز میریم سراغ یک وقفه باز برمیگردیم خدمت شما خواهیم جای فروشی سوزان در شهر آمبور اشتایندم شماره 37 با سابقه 30 سال با ارائه انواع و اقسام جواهرات از قبیل الماس، زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی، در خدمت شماست. به مرغوب 24 کرات با قیمت های روز در سوزان جواهر فروشی قابل دستیاب باشد. مشتریان عزیز، شما فقط در سوزان جواهر فروشی انتخاب وسیع از جواهرات را دارید و انواع سفارشات شما پذیرفته می شود. آدرس سوزان جواهر فروشی اشتایندم شماره 37 299 شهر آمبور. شماره تماس 00494042283. این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟ بله آقای دکتر، بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟ بله، اتفاقا اسم این نفر دائم تکرار میکنه. حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش. نه خیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. عزیزم من کیم؟ کامران یدیدی. هر خونه میتونه با مورگنلند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگنلند به هر خونه میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید مورگنلند به خونتون میاد. مورگنلند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت.
مرتبی به فرش های دستباف و ماشینی در هامبورگ. نقش در نقش، رنگ در رنگ. مشتریان محترم، شما میتونید این فرش های مرغوب دستباف و ماشینی را از آدرس های بروگ شماره 9 20457 شهر هامبورگ هاون سیتی و همچنان بیل اشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ خریداری بفرمایید. فرش مورگنلند، فرش با کیفیت. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام است. باز هم خدمت شما قرار داریم و در نیم ساعتی که در پیش است میخواییم نظریات شما را داشته باشیم و برنامه جالب است، نظریات متفاوت است و میخواییم بالای وضع افغانستان بیشتر صحبت شوم. چشم دیده که برای ما خودم شخصا دوستا یا تلفن میکنن یا روی میبینمشان و بیان میدارن از افغانستان. برای شما بعد از سالهای طولانی جنگ و آدم کشی بالاخره یک نفر میگه وضع خوب است و او خبر خوش است. برای ما، برای شما میرسانم، تداعی میدارم، بیان میداریم و پخش میداریم و اگر یک کلپ بود و در اونجا یک خوشخبری از افغانستان میامد، یک امارو بود، او را میرسانیم. میره مقایسه کنین با سالهای طولانی که افغانستان در جنگ بود و هر روز اخبار کشتار، نمیدانم مرگ، میر، نه تنها که مسئله قتل انسان ها بود، امی خود فقر و بدبختی که عاید حال مردم افغانستان گردیده بود. امی پانتون مریم جان ارغندیوال صحبت کرد که رفتیم، میگه حالی در پانتون هیچ کس یارای نداره که یک نفر نشه بیا یا تبلیت که بزنه یا دیگه کنه. همی قشر تعلیم و دستگاه تعلیمی هم در اونجا خورد و برد بود، چون فاروق وردک که مکاتب خیالی داشت و هم پولا دزدی می شد. تو دستگاه تعلیمی فعال ظاهرا معلوم می شد، مگر واقعا نه درسی بود و نه تعلیم و حتی همی پانتونهای خصوصی برای تجارت و بزنس بازگردیده بود که پولایی که از بیرون می و فامیل های دوز و قاتل و زورگو و وارلاردا اونا می رفتن در مکاتب و در مدارس درس و تعلیم می کردن و شهادتنامه می دادن برشان. با این منوال یک خودسری عجیب و غریبی بود. اگر تعلیم بود باز تربیه نبود، به حدی همون مردم بی تربیه و بی فرهنگ دی 20 سال یلاجاری گفته بعضی ها پرورش یافتن که هیچ حد ندارن. امی آریان سعید بود و امی رقص و قرص و پنج ستاره و چطور در امی بخش تلویزیون و اشتهارات منفی در اجتماع افغانستان دیگه تو یک پیشرفت و تعالی و دستاورد داره. خب ما نگرفتم از افغانستان، یعنی در هر بخش یک نوید ما نداشتم که برای شما برسانم. اخبار هم حاکی بود از انفجار، از کشتار، از جنگ و که نمیدانم آدم کشی، مادر بم، که دیگه دیگه، یعنی سر ما از امو تخریب پر بود. حال فعلا هم در عرصه دولتی مسئله رشوت و اختلاس و نمیدانم فساد و اینا رخت بسته و هم در معذر عام خود جسمان یک نفر
مسئول نبود، مال و دارایی انسان مسئول نبود، با یک چیز بسیار ناقص و ناچیز یک شخص در یک شهر و دیار، خصوصا کابل که باید بیشتر مسئول می بود، مرکز بود، در اونجا مردم مسئول نبود. اون شما می بینین، شنیدین، هم سفر بودیم با هم اتفاقا در همین تلویزیون، اما می بالیدن که نمیدونم قهرمان چی گفت، قهرمانی ملی، و باز یک شخص به نام رازق، یک مزدور استکات ملر رو همی امریکا که اونا آوردن و را قماندان عمومی قندهار گماشتن، علا قهرمان و هم قهرمان ملی شده بود. عکسی از او را آوردن پالوی عکسی احمد شاه مسعود، ماندن که خیلی شما برادرای جمعیت رو که دیگه میگین که و هم قهرمان است، خب برین خیلی پالوی احمد شاه مسعود رو بیاویزین که دوتا قهرمان ملی داریم. باز اونا دیدن که والا بیادری جای همه چا مسود نگیره، و باز پاره کردن اما عکس رازقه که بیچاره رو والا. او خب کس کوی نداشته، بیخی بوته اگه آدم بود، یک برادر همه تو مالی خولیه لوده داشت، او را قماندان ولایت قندار بعد از مرگ از او گماشتن، تعدین هم نامی از او هیچ بعد نام نمیمانه، تعدین دیگه نمیدانم پایان دین میگفتن چی، یا لیوانه یا سرای بود شد مالی خولیا به آقای قماندان و گمار دیدیم. یعنی ما چیزایی رو دیدیم دوستان عزیز در این طولی سالها، ولی وقتی میبینیم که از جنگ، از کشتار، از آدم کشی خبری نیست، یک پیشرفت نسبی موجود است، کمکاشتی داره. به شمول همین مسئله مکاتب ما سخت نقد کردیم طالبه و شما هم نقد کردین، ما هم نمیگیم چرا انتقاد میکنین، مگر آمدیم بالای آنچه کرده او رو باید بیان بداریم و متشکرم باید بود. طالب هم مفت جنگ کرده، از کس ماش نگرفته، با مهمات بسیار عقلی که یا خودشان یا همی مسلمان های جهان برای از اونا فرستاده، و هم حالیم میگه یک طالب هیچ وقت شکوا نکده که ما شما کجاست. حتی بعضی طالب های سی چار پنج ماه کس رو اونا رو ماش نداده بیادر، همونجا کار میکنه، میگه یک لغمنان هم اگه برسه ما برای آمدی میره هم یک بخش از جهاد میدانیم. فقر برای ما خجالت نیست، مگر دزدی برای ما خجالت است، رشوه برای ما خجالت است، مزدوری دیگه برای ما خجالت است. دیگه این مناعت اگر در نسل افغان تشویق شود، واقعا دوباره پس آدم میگردیم. یعنی اوی او به خود خود ما باید درک کنیم که چی است. بله، سلام علیکم. برادر بسیار محترم، خطاب سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. زنده باشی، مهربانی میکنی خطاب صاحب. در این قسمت، بازم در این قسمت تلویزیونای مزدور یا جاسوس یا شبکه‌های جاسوسی، همه از یا اشخاص را در می میزای مدور یا دعوت میکنن که همه از یا 30 سال 40 سال در سوسیال خود انداختن، کسلایشان بالا نمیکرد، پوپنک زدیشان، انسانای بسیار بیعقل، بسیار استفاده جو، بسیار خودخواه، بازار امراض روحی گرفتار هستن، از شتسوفرینی گرفتار تا هر مرض دیگه را که روحی بگویید یا گرفتار شدن، چرا که میشه در کنج خانه قرار داشتن. یک روز یک قصه خنددار را کنم که می یکی از این کلیپ ها را میدیدم که یک نفر در اونجا ششته در میز مدور لنگی زده و همی شمله لنگی را آر داده و همه تو مثل تاج بوده در فرق خود و همه تو شخ ششته که فقط در روده کلانش همه تو کدام خواده بوده یا چیزه بود، شکسته شکسته گپ میزنه، زور میزنه. دیدم قواری از یکی از گلزمان نمی یک ذره فرق نمی کنه. گفتم خدایا این چینه رنگ آفریدی که دو کسافت به حق رنگ آفریدی. خب چند قدیر شد که این نام از این بالا نوشته شد که معروف لیوانه دیگه. بسیار مرورا خنده گرفته بود که تو یک نفره که 40 سال در سوسیال خود انداخته و میگه من 40 سال مبارزه کردیم و یک دیوانه رویسته که او را بایست یک متخصص
با آقای سیاسی یا مثلا متخصص یا آقای روابط بین المللی اومدیم چطور چیکار یا میخوایم. و همی آقای زرابی هم چند وقت پیش احمد سعیدی را خواسته بود دمونجا بازی همو قصه همو پشه یادم آمد که یک پشه بادش میره و یک ماباد یک انقلاب میشه یک طوفان میشه کلگی را پشای دیگر را جمع میکنه میگه اینمی باد مک رفته بود من خوب براتان گفته بودم که بسیار یک طوفان میشه این را دیدید چی یک طوفان شد. احمد سعیدی هم علمو چیزا را در ایندی خود گرفته بود ثبت کرده بود که من در ایندی وقت یه نطور گفتم یه این را دیدید که من یه نطور گفته بودم یه این را دیدید علمی اگر بیاید این تلویزیون طلوع یا آریانا یا پیش امی آقای زرابی ازش پرسان کنه که امی خودت امی فعلا چی کاره هستی یک چند نفر هست در پشتت یک چند تا طرفدار داری نهی ولا ندارو خو در قدر سالات تو چی کردی در افغانستان چی کردی چی نفت به مردم رسید بغیر از این که امی اولاغ باره چی زدی و کس گپ بدم نمیشنید تو خو رفتی در موبین هندستان یک دو سی لک دالر خود دوزی کردی خو حال خوی رحمانوف خوی خو خودش موش کلیسا واره بیچاره یه چیز نداره که تو ربط خوی پیسر از کجا کردی که آمدی خانک را گرفتی و مصرف میکنی خو حتما دوزی کردی خو ایران به هر صورت باز میگه که والا همین قسمه که شما فرمودید بیشتر که حکومت میگه به طالبان تسلیم کردن امریکا تسلیم کرد دادشه و چه قسم برش داد کدمی آخر وقتی که بی 52 کمتر کمک میکردشانه و بمبارزمان میکرد خب همه که بیچاره خود تسلیم کردن یک عالمش کشته شد که مدل امارت اسلامی بخی سوخت که برشان هم بیران میدادم هم پیسی رایشان هم میدادم دیگه میداد و نوازش میکرد کلکیشان ریختن بیچاره هیچ کدام انگیزه و هیچ کدام چیز نداشتن همین پایگاه های غماز تلویزیونی مثل طلوع یا همین طلوع و آریانا و یار میگه که پایگاه های مردمی بودن ای شبکه های جاسوسی واقعا که برای شما ارازل دروغگوی که می آمدی دروغ می گفتی خب پایه مردمی نبود پایه شما شیطان ها بود که می آمدی که هر چیزی که و امورم یک دفعه به خیلی هم زدن نزدیک کشته بودی شب از دو دنیا برگشت برای امی تبلیغ و برای امی که یک چی میگه گناه دیگه هم بیشتر مرتکب شد امو آدم خوب واقعا امو خسته کن شده خوب از این اگر پرسان کنه که خوب امی که میگه دوستای بین المللی و مچون ملل متحد و دیگه و دیگه که قدر چیغ و پخ میکنی که حقوق بشر و مچون حکومت همه شمول و مچون یا آمده برای کی کپت امی خواهی که برای دنیای آزاد برسته خوب امی دنیای آزاد و امی آمدن خونه یک میلیون نفر کمک کردن از غریبی نجات دادشان کلشان کشت بیغمشان ساخت ای خو نه حقوق بشر بود نه دیگه بود تو برای چی صدایی که میکشی برای چی قدر چیخ میزنی والا خو من صدایی من میکشم خب به هر صورت خو خیلی آینده سیاسی داری کدام آینده نه والا آینده سیاسی هم ندارم خو اگر باز هم اینه تو کدام چین یا روس یا پس همون دوستای بین المللی بیای حمله کنن تیارای بی پی جادو بیای خب باز بر ما یک چوکی میته از اینی خاطر میایم در اشغال تلویزیون و که دیگه و دیگه افغان اتفاقا بسیار شوقی همی تلویزیون و خودنمایی و در یک مجلس صورت دکتر صاحب بگو ماستر صاحب بگو همی دو وردگه اصطلاح داشت که پو گذر اینه ما بدا خرابی هم اگر محتوا داشت یک فعالیت اجتماعی داشت یک خیرش به مردم رسیده بود یا نبود صرف همی که لخت پیش رو یک میکروفون بیشینم مثل خود ما وار یک نکتایی و یک کف و کالا رو بالا سر بینیشینه یا ریش داشته باشه سلا کلا گپ زد دیگه مردم فکر میکنه که نمیخواه یک چیزه که هست یک کاری هست ای که در متن زندگی و آدم چی هست مثل همی سعیدی واره اگر زا آدم هست اینجا بیشی گپ زد اونجا اول خواه همی آدمی کلی تلویزیون ها همی شب و روز در اونجا هستن خو یقینا یک تلویزیون برای از یا تلفون میکنه اپاینمنت میمانه امو یک مصاحبه تا از آغاز تا انجام یک دو ساعت سی ساعت وقتی همی آدم خوزایی میسازه جای رفتم نمیتانه کنم کاری را من انجام نمیتانه بته شما باور کنین من در اینجا بعض دوستایی میگه که من میایم من میگم والا برادر من تو یک مشکل دارم که
اگه خودت بیم و مجبور تو را خودت اگه استقبال خوب کنیم یک نان او دیگه تو با دل من آرام میشه و اونمو وقت من ندارم برای خود در افغانستان هست کلش خود دواره است کلش هم تو کتنکتایی ریش مثل ما واره کس و بیاقم و ریش داره ولی تو را کلای گیبی فردا از ترس طالب شما میپوشین همتون مثل ما واره نیست مثل ما واره ما اگه واره باشم در افغانستان باشم خو خوب است چی میگم و لباس ملی در تنت باشه برای دوزی خودت نمیمانه یه بعضی مردم هم یک دوست ما داستان میکرد میگفت اینجا آقای فرزاد یک روز میگه عموی ما کاکای ما در اینجا میگه زندگی میکنه و کبوتر داره کبوترهای از اونا رو یک رقم خفاش هست میای و میگه پنج شش تا رو خورده بود و دیگه کشته بود و انداخته بود و یه آدم که آمدم کبوتر جان خود باره میگه و دوست داره میگه ای گفت که ما والا اگه ایره بانم از این خفاش انتقام میگیرم گفتم انتقام چی هست؟ چی انتقام میگیری؟ میگه ایره من میارم گیر میکنم در قفس میمانم برای یک هفته یا ایره در پالوی کبوتر ها میمانم کبوتر را سیل کنم و خورده نتانم میگه برای یک هفته اونجا او را نشانده بودم یک قفس میگه کبوتر دیده میرفت تا که امی خفاش میگه بالاخره از گرسنگی هم اونجا مرد ولی امی آدم هم و همسال امی کسایی که امی جمعیت و شورای نزار و امی زورگویا و امی رزیلایی که تلفن کو فضیعت و رزالت و دیگه و دیگه بیشه کردن حتی در اینجا دهن در امریکا برای ما جایی که تحلیل کنن یک صحبتی کنن لوده لوده گپ میزنن اینا رو طالب همه تو ساختن مثل امی کرزای و عبدالله که شما اینجا باشین مگر امور دولت هم غرض نگیرین پول هم سر شما دیگه حرام است که برتان برسه امو قالینای سرخ هم دیگه هر طرفی که یک در کابل میرین حیثیت یک گربر هم ندارین دیگه اینا با مرگ طبیعی میمیرن اینا که سیل میکنن اما تو دلشان از زهر پر میباشه که یا خدای چی بدبختی رو بالای ما آوردن که دمینجا هستیم یا دمین پنشیر که شما برین اینا رو بسیار زیر یک چوکات قرار دادن که حکومت اسلامی است با چوکات رفتار کنین روش کنین دیگه شعار نتین دیگه از چی صدایتان نبرای از نمیدانم سر قبر احمد شاه مسعود دیگه قرسک نکنین و نمیدانم شعار نتین و دیگه روش کنین ضد طالب حرفتان رو نشنویم اینا رو در مرگ طبیعی خود میکوشن اینا امو کسی خفاش و کبوتر برتان کردم یکی از اونا هم اینا هستن و امی کسایی که امو چی خود از دست دادن نعمات و دوزادوزی و امو فرحت و علکه آیس کریم میخوردیم در شهر نه و صاحب چی وقتای بود و منی جب میپوشیدیم و رفت پس کار خود اون ما بسیار قهر هستن بله سلام علیکم بله خطان سلام احترام از خود تقدیم میکنم برسن مهربانی میکنم باشم فامیل محترم میگه خوبت مثلا الحمدلله مهربانی میکنم در این سه سنگ مسئول بگم آخه خطان فقط بگه که یک قرآن شریف یک نفر از بالا پایین انداخ بلاده شوه یک سنگ رفت خلاف چپشت یک چیز کسی لکا نفر ما شهید شد کسی یک سنگ از این کار سنگ آقا شمشمه گرفته برای ما آلخ یعنی یالی خود سامر یک سنگ چپه شد یا خراب شد یک چیز شده آقای یک خیلی قابل تبصرام نداره آقای خطا بمی سنگی ها دیگه از یک آقای خطا نتان بایم به میسی رسانه افغانستان امی خبرها نه آقای خطا ما برتون سگی یه مطور تو چه پوز کنده بگویم خبرها افغانستان خبرهای طلویا بدون چیز دمیشه سد بدون وزارت فرهنگ سر خود چیز کرده نمیتونن کوی خبر پیش از اینکه نشر شد پیش از اینکه چیز کنن وزارت فرهنگ رو چک میکنه ای که عزیزان راست از دروغ از من این فهم متا هیچ خبر هم براتون بگم باقی خطا بدون چک کردن نشر نمیکنه طلو باید هم از طرف طالبا نفر رو باید چک کنه کدام خبره کدام روز شما نشر میکنین خبر رو این میکنه بعد از او طلو نشر میکنه ایرم وطن صحیح شد برتان میگم والا او رو ما خبر ندارم مگر ایرم صحیح شد برتان میگم بعد از وقت شما دک چیز پرسان کنین
از طالب برتان میگه خبر سرسرانه کسیم جا پخش کده آل نمیتونه کلش نشر میکنن. دیگه نمی گفت ما بود آقای خطاب بله اعتراض که کشور زیر یک نظام است، زیر یک حکومت بعد از یک انقلاب واقعی که واقعا با چشم سر دیدیم که 20 سال در برابر حتی جهاد قبلی هم 10-11 سال بود، دو برابر از او اینا جنگیدن، دو برابر هنگام جهاد قبلی که علیه اتحاد جماهیر شوروی برا افتاد و دنیا عقب مجاهدین استاده بودن و سنگر حتی دادن، این بار ای انقلاب، ای جنگ، ای جهاد طولانی ترین بود و در برابر چندین کشور که سرمایه گذاری کرده بود در افغانستان، یعنی آلمان ها که نمیدن و فرانسه بود و که کشورهای غنی جهان، این از استرالیا آمدن و صاحب امو استرالیایا همو جنایتی را که انجام دادن و او را شما دیدین که به کدام حد اینا چی داشتن، همی جنایت کردن. به این منوال ممالک دور و نزدیک افغانستان هم آدم خود فرستادن هم پول همشان شکست دادن در حقیقت. حالی یک انقلاب آمده، یک حکومت به زور آمده، زیر یک سلطه هم رسانه ها قرار گرفته هم دیگه. ما در وقت پادشاه سابق ظاهر خان در رادیو نطاق بودم، اما یک رادیوگاه که قدر سانسور می شد که یک چند ساعت از طرف صبح و یک چند ساعت هم در چاشت نشرات داشت و یک پنج ساعت هم شب، تو یک رادیوی 24 ساعت هم نبود و یک آنها سورسی سمی افغانستان هم رادیو بود که او هم در اطراف بسیار با مشکل شنیده میشد و جغ و پغ میکرد. شارت ویو رادیو بود، رادیو افغانستان، مگر او هم مطلق سانسور میشد. حتی مو ارشیف رادیو آهنگایی را که با پادشاهی یا حکومت برمیخورد، شعار از او یا اشعار او را تا قید کرده بود، یک بندی خانگک داشت داره اونجا. من دوستای ارشیف باید دارم، اونا برای من میگفتن که اینی آهنگا را گفتن که دیگه نشر نکنی. همین سفر مرحوم میواندوالا به کلی قید کرده بودن بعد از اینکه از صدر اعظمی برطرف شد و دیگه شد، یعنی گفتار و صحبت ها دیگه قید شده بودن و پروگرام ها یک پروگرام دفتر چی داشت، سانسور و چک و اینا داشت که چک میکردن نمیگذاشتن. یعنی دمی ایران اگه شما برین تو رسانی چون طولو اگه باشه او را به کلی از بیخ و بنچک میکنن، میگه برین پس کارتان، شما حق ندارین که نشرات کنین. دیگه در امریکا، در چی، در افغانستان هم یعنی طالبا کانال یک طولو را اینا را مکی مقایسه میکنم، مصاحبه اونا تقریبا یعنی به او سطح افغانستان انترنشنال نیست، مگر یعنی کم از وام نیست. یعنی ما میگم اگه سانسور میکنه، یعنی می حرفی که دروغ بود خویی را باید سانسور میکنم و با گمان اغلب همه تو بوده. ما تا حال نشنیدیم که یک نفر بدون محرم از افغانستان بیرون شده نمیتون. اگر کدام جرمی را مرتکب شده باشه، ما در یه آخر شنیدم که محمود کرزای ممنوع الخروج اعلان کردن طالبان بنابر دوسی که داره و دوزی که کده و دیگه و دیگه، که امور ما بسیار خوشم شدم. مگر که خانم نمیتونه بیرون بره چون محرم شرعی نداره، او را یا در کابل تا که محرم شرعی ندارن باید در شهر گشت و گذار کردن نمیتونه، که این مریم جان هم یعنی تقریبا 9 دقیقه صحبت کردن و طولانی. اونا گفتن خب ما میره دیگه، ضرور نیست که ما بریم، خود ما در اونجا باشیم باز به چشم سر ببینیم. و یک نفر دیگه هم که رفته بود، خب همون داستان است، یک چند نفری که برمیگرده صحبت همگون داره باز آدم مقایسه میکنه دیگه. و تو خب اگه باشه می امریکایی هم کلشان نمیره نمیگردن در افغانستان که چی گپ است، خب از اینجا میدانه، راپور برشان می استخبارات دارن دیگه دارن. و ما هم به مساوی افغانی خواهیم، می افغانای ما هستن میرن و میرن، افغان هم پروای کسا نداره، با خدا خار زیر پایش بیاسه او را صد برابر میسازه که بد است. بد گفتن ما چهار مایر هستیم، در خوب گفتن مزی ما نیست، بیاین ما بین خود هستیم. مگر یک نفری که میره خوش است و خرسند می آیا و یک چیز
را بیان میداره که واقعیت است دیگه بین امور بپذیریم باعث واقعیت. امی خانم به نظر ما که درست نبود، اگر می بود و میرفت با امی طالبا و مصاحبه در مطبعات، خود طالب میگه که ما اینمی کدام امری از طرف بالا نامده که ما اجازه نداره خانم. دیگه نمیدانم این خانم کی خیستات کرده. این مسئولیت به طالب راجع میشه که کلیسای سفید بسازه که تخلف کرده و کسایی که خانم نگذاشته. و ما چون دروغ قضیات شده در مطبعات، دیگه ما فکر میکنم که امی خانم هم باعث یک تبلیغ میره، شاید دروغین بوده باشه. بله سلام علیکم. بله السلام علیکم. وعلیکم سلام زکی جان، خوب هستین؟ خیر خیر. تشکر، زنده باشین. امی پروگرام تانو با شناختم اما ایش که از اشوره نکرد. از خاطر ما خواستم بگویم که دیروز آقای سادات یک پروگرام داشت از خاطر امی قبر آقای مسعود و نشان داد که قبر آقای مسعود قطعا خراب نشده و حتی از طرف طالبان گفته شدن که غلط است و ما عکس هایی که در سابق بسیار وقتی که نو طالب های اکرام آمده بودن و قبر بعضی در بینایشان خراب کرده بودن با طالب ها رو پس درست کرد و حتی یک نفر از خود قبر مسعود به تاریخ دیروز تلفن کرد و پس لا گفت زد که این قبر درست نشده و کلازی یک دسیسی است که پس لا یا ساختن. دیگر میر میخواستم برسن بگویم. بله و تشکر که قبر یک عکسی بسیار جالب بود، امو خانه سیافه نشان میداد، از ربانی صاحب نشان میداد، از احمد چای مسعود باز منزل مولا محمد عمر آخوند نشان میداد که امو تهداب گذار تحریک طالبان مولا محمد عمر آخوند که مولا یعقوب پسری اونا هستن وزیر دفاع فعلی، نشان میدادن که امو خانه مولا محمد عمر یک خانه بسیار عادی، یک منزلی که یک چپرکت است و یک برنده است و قندار و باز منزل استاد برهان الدین ربانی را که در پنشیر یک قصر در کابل یک قصر و از احمد چای مسعود قبرش نشان میداد و خانیش نشان میداد. باز از مولا محمد عمر قبرش یه خاک است، مردم را میره بالایش، هیچ تو حتی همو چی نداره، خاک هم باشته شده و که نشان بده و باز یک امو بالای مرقدش و سوانی نوشته باشه و هیچ هیچ، در حالی که او یک به کلی در درون افغانستان یک انقلاب را به وجود آورد و واقعا یعنی همون قوی ترین زعیم در 40 سال اخیر. ما که فکر میکنم همون آدم بود که در قندار فرمان صادر میکرد تا همه افغانستان طالب نبود که او را نپذیره، سلسله مراتب بسیار قوی مراعات میشد و طالبارم خوب یعنی تربیه کرده بودن و چکرد. در اونجا نشان میده یا خانه مزاری را یا فرزن قبر اونا را، همینطور یعنی همین زعمای افغانستان هم. و حال شما برین این راپورای را که یک چند نفر از منزل سیاف در قرغه که حتی میدان هوایی داره بیادر تیاره پایان میشد و بلند میشد، نمیدانم سیاف خود حال زنده است نمورده که قبری از بوده کجا گم خواد بود، خو اگر اونجا می بود وام شاید یک تپه قرغه را برای سیاف تخصیص میدادن. یا قبر نادرخان یا زایرخان در اینجا ببینید پادشاه سابق بالای تپه ها در مرمر رو دیگه دفن هستن، من نمیدانم که یا در زندگی خود اینا هم این پولا را از کجا کردن. باز این پولایی که یک نفر قهرمان میمیره بازی پولا میشد برای مو غریب غربه پنشیر توزیع میشد، هیچ نباشه 5-6 میلیون دلار خب بالا همین قبر احمد چای مسعود صرف کرده باشه. یا داستان چی را براتون گفتم، قبر برهان الدین که یک تپره که اونجا میشد از اونجا آب نوشیدنی به 50,000 خانواده افغانستان و کابل میرسید و اینا کلیش مشهود است، آفتابی است و برادر این رو کس دروغ نمیگه. قبل احمد شاه مسعود اولا پراندن و دیگه کردن و باز بلا بزنن همی پنشیری ها برن بگن ما مفت همینجا میم پیرداری میکنیم که دیگه کسی قبر غرض نگیرن و کلش دروغین است. حتی همی خود احمد شاه مسعود اینمی کسایی که در حکومت اشغالی اونجا مزدور بودن چون فهیم و خاندانی از اونا و دیگه که اونجا هستن
امینا میگه نقشه که مهندسی کرده بودن کشتن مادم. اگه او میبود شاید اینا مردم های سکن کلاس و دوم و سوم و چهارم میبود. وقتی او مرد اونا در سطح آمدن و معاون نمیدانم کرزای و که دیگه بودن. این کرزای نامش برد کدامی که بدبخته. امی آدم هم میکشتن در مرغانچه انداخته بود امچای مسعود ایرا قید کرده بودن در مکابل. میگه راکت گلبدین آمد زدم اونجا را پراند. میگه سراخ پیدا شد. میگه روباوری گریخت. میگه رویش هم پرانده بود خونپر. چاراسی ها میگه خود رسان نزد گلبدین حکمتیار بازو. میگه بردش با پاکستان که تداوی شد واسه با همون چشمک و لبک هم که میزد. میگه علتش همی بود که آدم احمد شای مسعود یا همی راکت حکمتیار میگه پرانده بود. میگه این رایت تو لط و کوب کده بودن که جانش را کبود کبود ساخته بودن امو انگام. آقا او میای حال برادر که دایی شیرین تر از مادر این خاینین افغانستان استن. احمد شای مسعود قادم کشته مزاری قدر آدم کشته. امی کسایی که در مرمر رو در سنگای قیمتی دفن میکنن و سجدگاه میسازن و قهرمان خو قدر قتل و قتال کردن قدر خیانت برای افغانستان برادرای خود تربیه نتانست کردن. ولا اگر همه چای مسعود میبود صاحب افغانستان ابدا اشغال نمیشد. امریکا را که میمان بیادر او را گرفتن در همون مواقع. خو اگه او مرد دیگه لشکری همه چای مسعود چرا مزدوری میکرد؟ یک آدم تربیه نکده تا پسر خود. اگر واقعا مبارز می بود و مجاهد می بود خواه می احمد جان خواه وزی ازی که حال می آیا برای افغانستان دلش می تپا خواه همون وقت یک ساچمه خواه فیر می که تا آخره یه احمق در اکا به امونا می دویدن. بیادرها خواه سب کوهای پنشیر سرنگ پرانی کردن گریختانن چیزی که بود نبود. هر یکی از خود معدن داشت معدن ادلاج چی میگم و یاقوت و زمرد تو سر ویترینا داشتن. یعنی عبدالام عویدان احمد چای مسعود خورده بود تا آخر مزدوری میکرد. امیال مزدور است و دیگه بیادر قهرمان خوب نه یک آدم تربیه کرد نه یک چیز از اون آمان نه یک یادگار ایمان نه یک بیمارستان ایمان. جایی که مرقدی از اون درست میکرد باید یک بیمارستان به نام احمد چای مسعود احداث میکرد. یک یتیم خانه می بود. یک پول را یک پولچکی را یک کلینیکی را برای قبر احمدشاه مسعود مردم چی کنم بیچارای پنشیر نه؟ برای ما بگوید من میگم یکی امرو تراش کنه ورداره که دیگر از غم همی قبر و از همی سنگ مرمر بیغم شو. هر در قدم تلویزیون ها یک بحث از او ساختن گفتیم بیادر ما وقت مردم از آیه میکنن. اگر از ما میکنن امرو تراش کنن یکی تراش کنن وردارن دیگه مردم هم بگوی آزاد میتونین برین بیاین دیگه قبر اگه کس پران دستوغانه رو برد ببره بلد پس. گفتیم بعضی تو یک شایه نبودن اینا که نه کدام کارنامی دارن نه دیگه دارن تحمیل شده بودن. همینجا هم بعضی خانما و بچه هایی که مویار چرب میکنه در تلویزیون ها ولا قهرمان هستی بیادر زن قهرمان اینه میتونست خلاص. ولی او رو چی بگوی برادر؟ ولی قهرمان و قهرمان امی قهرمان یک کلمه شده که به کلی همه تو که در افغانستان امی مسئله جهاد و دیگر و دیگر به نفرت می دیدن اینجا تکریم میکنن یک نفر راسان قهرمان. او روز بسیار جالب بود یک امریکایی در یک محل در یک سوراخ یک گربه افتاده بود برای یک دو روز سه روز نیم جان امو عملی نجات رفت. هیچ کس نتانست تو را بکش از اونجا تا نیمه را مفتاد امو حالت همه تو بود. امو یکی آمد او را کشید از اونجا بیرون کرد. باز گفتن که نیمی آدم هیرو قهرمان است که گربه را نجات داد. امی خواه گربه را هم نجات نداده. برحال دوستان عزیز بسنده میشیم انشالله فردا خدمت شما خواهیم بود. بالای اوزای افغانستان صحبت میداریم. برنامه ما یعنی شاخ و پنجه داره. یعنی موضوع روز هم مطرح میشه برای گذشته ها آینده موجوده دیگه سیکالوجی یعنی روحیات و نمیدانم اینوان تاریخ و تاریخچه و جغرافی افغانستان هم صحبت میداریم. امی است یکی من نمیخوایم که
الفاظ رکیک و که فلانی بد از سویتور است به احساسات مردم رو باید جریادار نسازیم. اگر ما هم هستم از خداوند هدایت میخواهیم و شما هم بیاری نقیبی او نگردیم که او چی میگه در یک تلویزیون، این که ما در این تلویزیون چی میگیم او را بیاید چی میگه پالیسی خود بسازیم، را و روش زندگی خود. ما خودم به می عقیده هستم، من میکوشم که ما چی کرده میتونم، من امروزی که آفتاب بالای ما میتابه ای که وا چی میکنن و نمیکنن وا رو بگذارین. آمدیم بالای تحلیل و وضع افغانستان و بازیگران سیاست و چیز است، مگر ای که در جان یکی بچسپم و به اساس خدا او را بزن و او را بکوب و او را من میگم روان نمیدارم، لطفا بالای امو یکمه که خیشتندار باشیم و سلمند باشیم، آمدیم گپ بزنین برش پیدا میکنه. حرفای شما باز واد مثل که امو میگه وقتی آفتاب میبره باز امی تاریکی هست هست خودش فرار میکنه. به هر حال گران دوستان و تاسیب خدای سپار و تر سبا انشالله به بسرقی گیر و ده خدای پاما.